میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. جناب جاودانفر، از نظر قانون بین المللی بالاخره یک سری مفاهیم وجود دارند دیگه. شورای امنیت هست، دیوان بین المللی دادگستری هست، کنوانسیون جنوساید یا نسل کشی هست. من سه روز اینجا نشستم و فقط مکررن واکنش اسرائیل رو در رد تمامی این مفاهیم بین المللی میشنوم. بالاخره در فردای پس از جنین اسرائیل منزوی که حتی به آمریکا هم پشت کرده اخیراً، به چه صورت در واقع میخواد که مشروعیت خودش رو حفظ بکنه؟ ببینید، از این طرف ما میتونیم واقعا انتقاد بکنیم از مدیریت روابط اسرائیل با کشورهای دیگه، به خصوص آمریکا، کشور آمریکا، و به خصوص به خاطر اینکه الان حتی همسر آقای نتانیاهو، خانم سارا نتانیاهو، الان داره دخالت میکنه در مورد کسانی که میتونن موضع اسرائیل رو به زبان انگلیسی توصیف بکنن و تعریف بکنن موضع اسرائیل رو. مطرح کن. از این نظر دیگه، آیا ما نسل‌کشی شده در غزه؟ شما بیایید هر کجا جای هر جای مستقل یا ببینید که واقعا که اسرائیل یعنی چی نسل‌کشی کرده. اسرائیل این همه قبل از اینکه اسرائیل حمله بکنه، تقریبا اگه اشتباه نکنم 3 هفته قبل از این حمله نسل‌کشی حماس علیه شهروندان اسرائیل، اسرائیل صبر کرد، وقت داد مردم خارج بشن و اینکه مردم از اون مناطق جنگی دور بشن. حالا مسئله تغذیه غزه هستش. ببینید مسئله تغذیه، حالا اینکه ببینیم یه لحظه همین در مورد نسل‌کشی، تفسیر شما از نسل‌کشی چه هست؟ آیا منطبق با همون کنوانسیون قلمداد میکنید یا خیر؟ بر اساس اون کنوانسیون خیلی اجمالی من مرور کردم اینکه هر گونه اقدام جمعی علیه یه گروهی از مردم که منجر به مرگ یا آسیب رسوندن به اونها بشه نسل‌کشی میشه. آیا این اتفاق صورت نگرفته در رفح، در غزه؟ نه. ببینید، اگر شما عمدن مثل هولوکاست آلمان که علیه یهودیان شما عمدن یا این کارهایی که ترکیه کرد با ارمنی‌ها در کشور خودش، که شما عمدن به دنبال کشتار دست جمعی یک گروه باشید، اون نسل‌کشیه. ولی وقتی یک جنگ وجود داره که دو طرف در اون هستن و در تبادل آتش که همیشه متاسفانه بعضی کشته میشن، اون نسل‌کشی نیستش، به خصوص وقتی که اسرائیل داره این همه اخطار میده. و یک مسئله دیگه هم بحث میگم، ببینید این جنگ بحثی فردا تموم بشه، هیچ کسی، ما در اسرائیل این جنگ رو نمیخوایم و مطمئنم که مردم غزه که از ما خیلی بیشتر صدمه دیدن به خاطر اینکه وضعیت اونها اصلا خیلی بدتر بود. ولی بعد برای اینکه این جنگ تموم بشه، ببینید نمیشه فقط روی فشار اسرائیل فشار آورد. من نمیگم روی اسرائیل فشار نیارید، بیارید روی آقای نتانیاهو فشار بیارید، ولی این بحث رو آقای اسماعیل هنیه هم فشار آورد که بحثی در توصیه‌هایی هستش مختلفی بوده که ایشون تا الان رد کرده، حتی برای یک آتش‌بس موقتی. آخه آقای هنیه که ساختار سیاسی مستقل ندارن که بتونه شورای امنیت سازمان ملل بهش اعمال فشار کنه، و اینکه از حماس که چیزی باقی نمونده به گفته خود اسرائیل که بر اون اعمال فشار کنن. مردم این وسط در تلاشن که حفظ بشه توسط جامعه بین المللی. برای حماس به اندازه کافی مونده که حماس به عنوان یک بازیگر در این مذاکرات هستش و دولت قطر و میانجیگری میکنه برای حماس. حماس الان رهبریش الان در قطر هستن و الان دارن تشریف بردن ایران پیش آقای خامنه‌ای در کنار رهبران جهاد اسلامی. نه، رهبری حماس وجود داره. کی گفته که حماس رهبری وجود نداره؟ حماس میتونه الان تصمیماتی رو بگیره مثل قبلا که تصمیم گرفت برای آتش بس. خواهش میکنم از شما معافیت ندید به رهبران حماس. نه کسی بس معافیت بده به رهبران اسرائیلی، نه به رهبران حماس. اونها بودن که این جنگ رو شروع کردن، اونها هستن که بسی تصمیمات بسیار مهمی رو بگیرن برای آزادی اسرای اسرائیلی. مشکرم از شما. البته من منظورم بود که حماس به عنوان یک کشور در واقع مشروعیت نداره برای اعمال فشار. ولی گروه هستش، یک گروه هستش که رهبری داره، یک گروه هستش که کنترل غزه دستش بوده و اونها به عنوان یک طرف دوم اسرائیل هستن. ای کاش میشد با یک کشور دیگه، ای کاش همسایه ما سوئیس بود، ولی متاسفانه همسایه ما حماس. مشکرم از شما، میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید.